روزهای به نهایت عزیزم بعد از عرض سلام شفیع عیار هستم. توجه شما را به برنامه 360 خود که مصادف به هفته سوم ماه آگست سال 2017 میلادی است صمیمانه جلب میکنم. این برنامه خود با یک مقطع از یک آهنگ زیبای الیاس شهنا هنرمند عزیز ما شروع میکنم. خلاص کردم نمازم بگیچه سر کسازم خلاص کردم نمازم بگیچه سر کسازم که نمهای داره دل هارم میدوازم دل هارم میدوازم که نمهای داره دل هارم میدوازم دل هارم میدوازم بگیچه کردم بیتم بابا خیرانه این برنامه و در مورد اسلام و فاشیزم است که چطور اسلام خلط شده کت فاشیزم، کت قومگرایی، کت لسانگرایی، منطقه‌گرایی و چطور تبدیل شده به یک کار در گلون مردم و ملت ما. اینی آقا جناب گلبدین حکمتیار است. دقیق گوش کنین چی میگن. بوری چیزین مشتد فاشیست ممرک فاشست یعنی دا چه غوی یو قوی مرکزی حکومت واری او دا دی مستقل و حکومتون و لجوری دوسر مخالف دی مش پدی متهم کنی. یک دوسته گپ خورده دیگه شانم بشن پیش ازی که ما ایره تحلیل کنم و برای خود آقای گلبدین ایره یک تحلیل کنم. اگر چه فدرالی حکومتون واری دی افغانستان تجزیه واری دی افغانستان نم هم نمانی افغان نم هم نمانی او تل خپلو تبلیغاتو کی مو دا رسنی گورو چی دی پردوی جب کاری نور خلا پریش دیسی دی پردوی لپار دروغ وای دی پردوی فرهنگ و کلتور پا افغانان رو بانده تعمیلی حتی دی پردوی دی جبی لپار کار پی زموش ملی ترمینالوژی هم نماراتی زموش وزارت عدلی تا دادستان وای پوانتون تمو دانشگاه وای محاصل تمو دانشجو دانش آموز مبتعلم توای. جناب گلبدین حکمتیار بسیار ناخوش است و خشمگین است. میگه باز نفرها ما را فاشیست میگن از خاطر که ما یک حکومت مرکزی قوی میخواییم. اینا حکومت فدرالی میخواین. کسایی که حکومت فدرالی میخواید تجزیه مملکت هم میخواین. برای وزارت داخله وزارت کشور میگن، برای سارنوالی ما و وزارت عدلی ما اینا دادستان میگن و برای پوانتون دانشگاه میگن و برای محصل دانش
جو میگن و برای متعلم دانش آموز اینا لسان بیگانه را گرفتن استفاده میکنن، اینا کلچر و فرهنگ بیگانه را استفاده میکنن، اینا ترمینولوژی ملی ما را مراد نمیکنن، اینا کلمه افغان را قبول نمیکنن، اینا کلمه افغانستان را قبول نمیکنن. یعنی اولین چیزی که ما برای شما آقای حکمتیار میگم ایست که شما دو حدود 40 سال شده که کشته میرین مردم و الله اکبر میگین. شما مسئولیت قتل حداقل 500,000 افغان مسلمان در وطن ما دارین و شما چرا اینا را کشتین؟ همیشه به نام جهاد، به نام اسلام، به نام خدا، به نام رسول. یعنی به این معنا که برای خودت هیچ چیز دیگه مهم نبوده، نه انسان، نه انسانیت، نه علم، نه دانش، نه سر هیچ کس رحم نکردی. برای 3 سال در شهر کابل راکت میزدی کور که در مسجد که میخوره، در خانه که میخوره، در وزارت که میخوره، و گفته خودت در دادستان میخوره یا در دانشگاه میخوره یا در پوانتون میخوره، در هر جایی که میخوره بخوره. و تنها استدلال خودتی بود که مون مسلمانی و مون جهاد که بود. اینال عطاطامی 16 سال آخر خود در افغانستان نامدی و قتل و کشتار و بم و انتحاری را ادامه دادی تا اینی 4-5 ماه پیش که بالاخره در افغانستان آمدی. با کی آمدی؟ با آقای اتمر که کمونیست است، با آقای اشرف غنی که به اسلام باور نداره و زنش در مصاحبه خود گفته، و خودتو ده ها آدم کمونیست و غیر کمونیست و نوکر سیایی و نوکر آیسای نوکر غیره و غیره مثل خودت. و آل آمدی کل گپ سر قوم و نژاد است. آقای گلبدین حکمتیار، خودت خو یک رهبر اسلام هستی، یک بزرگ اسلام هستی، 500,000 نفر به نام اسلام کشتی، یعنی که هیچ چیز دیگه مانا نداره. و حال آمدی امی هر گپی که میذاری سر قوم و نژاد است. امی مسئله را ما اول علمی هیچ بررسی نمی کنم، تنها اسلامی که تد گپ میزنم. اسلام خودت منعیسی یک رهبر بزرگ جهان اسلام، برای ما بگو که اساس اسلام تو چی است؟ خب معلوم دار قرآن. برای ما و برای اکیاد زیاد ما قرآن اساس اسلام هست. خب باز خودت چون که پیرو سنت پیغمبر هم هستی و از 500,000 نفر 499 سر همی سنت پیغمبر کشتی که در قرآن برای تو اجازه نبود، ایناله خودت چون که پیرو سنت پیغمبر هستی، ما از همی دو چیز تو را بررسی میکنم. با حساب قرآن مسئله لسان است، مسئله پشتو فارسی است، مسئله عربی و غیر عربی است، مسئله نژاد است، هیچ چیز در قرآن نیست. در قرآن آیت که بهترین شما متقیترین شماست، یعنی که ما همه برادر هستیم به اساس قرآن، بهترین ما متقیترین و پرهیزگارترین ماست، یعنی خوبترین ما. یک آدمی که عبادت میکنه، یک آدمی که کار خیر میکنه، یک آدمی که فرایض به جای میره، یک آدمی که خیرش به مردم بیچاره میرسه. اینال دیگه خو مسئله پشتو و فارسی و ژب ملی و ملی گرایی اصلا وجود نداره. در اسلام ملی و ملی گرایی وجود نداره. در کمونیسم تا حدود است، اگرچه که اساس کمونیسم هم دیکتاتوری پرولتاریا و مبارزه برای یک جهان برابر با هم حقوق مساوی است، بنابراین در اینجا هم پرولتاریای جهان است که برادر هم است. اما در کمونیسم تا حدود نشنالیزم یا ملی‌گرایی وجود داره، چرا یکی از مؤسسین بزرگ کمونیسم لینین میگه که اینترنشنالیزم چیز نیست جز نشنالیزم پیگیر. یعنی ایره دیگه مال تشریح نمیکنم چون وقت برنامه ما میگیره، اما با اساس از این نشنالیزم گپ میخوره که اینترنشنالیزم، یعنی اول نشنالیزم است که باز میتونن نه انترنشنالیزم با وجود بیاره. اما در قرآن نیست. در قرآن ما کلگی برادر هستیم. اینال خود 40 سال 500,000 نفر کشتی که گپا اسلامی شود. حالا آمدی مسئله ملیگرایی را، ملیگرایی در اسلام وجود نداره، ملت و ملیت در اسلام وجود نداره، تنها دین وجود داره. اینال از نقطه نظر قرآن تو نامسلمان هستی،
و کاملا غلط هستی که مسئله ژبه و ملی و ملیگرایی و ترمینولوژی ملی و غیره غیره را کشتی. بوری که زین مجده ده فاشست نمرا کهی. فاشست یعنی دا چه اغوی یو قوی مرکزی حکومت واری او دا ده مستقل و حکومتون اول جوری دو سر مخالف دی مجده پا دی متهم کهی. پانتون تمو دانشگاه وای محاصل تمو دانشجو دانش آموز مبتعلم تا وای با اساس سنت پیغمبر آقای گلبودین امی پیغمبر ما سلمان فارسی را گفته بود که تو پایین بشی که تو عربی نیستی و شما عربا بالا بشینن گفته بود نگفته بود که با سلمان فارسی زن بتین از خودتان است یا از خودتان یعنی مثل شما چون مسلمانه و برای بلال گفته بود که تو آزان نته که تو حبشیستی و تو عرب چون که قریش هستی یا بنی هاشم هستی و غیره و غیره بخی تو آزان بته گفته بود یعنی به اساس امی سنت پیغمبرم خودت در یک کفر مطلق روانستی از هر دو دلیل به اساس هر دوی ازی خودت یک آدم نامسلمان هستی چون که به حساب قرآن هم میگه پاید غلطه به حساب سنت پیغمبرم اما عملا خودت هیچ وقت مسلمان نبودی 500 هزار نفر کشتی و ما عطا گفتم ایتانم کمی اسلام کمی خب بدنام شده از یک دلیلش خودت هستی اینال آمدی مردم رو به حساب لسان اینا ما کم میگیری ما امی مسئله فاشیست بودن و فاشیزم امی اصطلاح فاشیزم و لغت فاشیست ما برای تو کتابی تشریح میکنم که تو بفهمی که بله فاشیست هستی تو را یک تعداد زیاد نفرامی فاشیست نمیفهمند که چی مانا فاشیزم نمیفهمند که چی مانا مثلا ما میگم که در افغانستان باید همگی ما حقوق مساوی داشته باشیم یا میگه تو زده پشتون هستی فاشیست هستی نه برای حقوق مساوی عدالت اجتماعی که مبارزه میکنی تو فاشیست نیستی اما سعی کنین که آقای گلبودین حکمتیار اولین چیز را که جمعت را میکنه مسئله دپردو جبه یعنی که لسان بیگانه او تل خپلو تبلیغاتو که مو در رسانه گورو چی دپردو جبه کاره نور خلا پریش دیسی دپردو لپاره دروغ وای حتی دپردو دی جبه لپاره کار کنی دپردو فرهنگ و کلتور پا افغانه رو بنده تعمیله فرهنگ و کلتور بیگانه رو بسر افغانه تعمیل میکنه حالا آقای گلبودین کلتور پشتوز فارسیز چیست؟ اصلا کلتور کلمه کلتور در پردو جبه ده اینا تو در حالی که قد دوام میکنی سر لسان باز خودت امو لغت های خارجی را استفاده میکنی دیگهش زموج ملی ترمینالوژی هم نماراته این میگه ترمینالوژی ملی ما را هم قبول نمیکنن خاله او کودن ترمینالوژی کدام لغت هسته ای پشتوز فارسیست حال تو خو میگه که ملی جبه را قبول کنین به لسان بیگانه را نگیرین حال کلمه کلتور کلمه ترمینالوژی یا اصطلاح ترمینالوژی ای پشتوز فارسیز چی هسته ای جبه ملی ماسته دیگهش وزارت عدلیه تا دادستان وای او سانوالی تا مو دادستان و وزارت عدلیه ما را دادستان میگه وزارت عدلیه تا دادستان وای او سانوالی تمو دادستان وای او کودن او دادستان نیست دادستانه دادستان بخی یک مانای دیگه داره اصلا وجود نداره دادستان اما اگر باشه مثلا در او دنیا میتونیم بگویم در محشر دادستان است که یعنی داد مردم هم میتونه ای داد ستان از داد یعنی حق ستان گرفتن داد ستان یعنی کسی که حق مظلوم میگیره و وزارت عدلیه هم یه هست یعنی اگر یک آدم ایر استفاده میکنه ای دپرده و جبه نده دا پارسی جبه ده دا دری دا تاجیکستانی ده دا زما جبه ده دیگهش پانتون تمو دانشگاه وای پوانتون تمو دانشگاه وای پوانتون تمو دانشگاه وای او بیدر تو کلمه ترمینالوژی را استفاده میکنی کلتور را استفاده میکنی برای ما که فارسی زبان هستم تو اجازه نمیتی که ما
کلمه دانشگاه را استفاده کنم. خود تو پو انتون میگی بگو، اما اینمی کلمه دانش و گاه در لسان ما حداقل 500 سال پیشتر از کلمه پوانتون است که تولد شده. بیا کتابا رو بکش که چند سال پیش کلمه پوانتون در پشتو شما داشتین. ما کلمه دانشگاه را، کلمه دانش را، کلمه گاه را حداقل 1500 سال در لسان خود داشتیم. تو چطور میتونی که لسان تاریخی ما را پس کنی و در عوضش ما را مجبور بسازی که ما به پشتو او را بگویم؟ محصل تمو دانشجو دانش آموز متعلم تو هستی. میگه برای محصل دانشجو میگن، دانشجو جویدن یک دپردهو ژبه ده برای تو. لسان مرا توی خدر توهین میکنی که دپردهو ژبه میگیری و لسان خود سرما لسان ملی تیر میکنی و برای متعلم میگه دانش آموز میگه داد پرده و ژبه ده. یک لسان بیگانه است، لسان خارجی است، این نیست، این لسان فارسی دری تاجیکی است. اینال اینی نفر لسان ما را در پرده و ژبه میگیره و لسان خود در سر ما لسان ملی می قبولانه. قبولاندن از اینمی زورگویی است، قوم پرستی، لسان پرستی است که یک پایه فاشیسم که ما بر پسان تشریح میکنم. ایره در کلید بگی آقای گلبودین. حالا یک چیز دیگه برات بگویم آقای گلبودین حکمتیار. امی لسان ملی که میگی، لسان ملی باید از خود شایستگی ها داشته باشه که در یک مملکت لسان ملی شه. لسان اصلا یک وسیله گفت و شنود، یک وسیله فهم و تفهیم و اساس همین نیازمندی به وجود آمده. امروز در دنیا هزارها لسان است. وقتی که دنیا جزیرگک های کوچک بوده، در پکتیا مردم به یک لسان تکلم میکرده، در پنجشیر به دیگر لسان، در مزار به دیگر لسان، در اوجه در تمام دنیا. ولی آیسته آیسته دنیا به هم آمیختن. امروز با وجود که شاید سرحدات سیاسی و جغرافیایی و نظامی وجود داره، اما عملا پیشرفت و ترقی و تکنولوژی بشر باعث از این شده که دنیا به حساب و یک دنیای واحد تبدیل شد. اینم امروز ما در امریکا هستم، توسط اینمی اینترنت که اینمی حالا پیش روی ما میتونم با یک برادرم اینمی ثانیه در افغانستان گپ بزنم. یعنی سرحدات عملا وجود داره، سرحدات جغرافیایی، اما ما در افغانستان، در ایران، در پاکستان، در چین، در هر جایی اینمی دقیقا میتونم با یک نفر تماس حاصل کنم. مانایش ایست که در واقع تکنولوژی سرحدات از بین برده. سرحدات که از بین میره، این کشورک های چوچه، این مناطق چوچه از بین میره کتش. زبان یک نیازمندی بود، انسان ها زبان به وجود آوردن تا که بتانن با هم مکالمه کنن. هر کس هر منطقه برای خود یک زبان، چون که با یکی دیگر رابطه نداشتن، به وجود آوردن. یک تعداد از لسان ها کلانتر شد و کلانتر شد، ساحه زیادتر و تعداد نفوذ زیادتر در بر گرفت. امروز چون دنیا داره به یک دنیای واحد تبدیل میشه، نیازمندی برای داشتن السنه زیاد از بین رفته. ما یک نیازمندی دیگه داریم در دنیا که با یک لسان واحد صحبت کنیم که کل ما بفاهیم. در افغانستان که شما مصروف ساختن لسان پشتو هستین، تازه در دنیا لسانها آیست آیست در موزیم میره. وقت ازمهلال و زوال لسانها در دنیاست. لسانهایی که شاید میلیون ها سال گرفت که جور شوه، امروز متاسفانه یکی باید موزیم بره. به خاطر دیگه کار نیست. چی کاره؟ یک لسان واحده که کلگی ما تکلم کنیم. احتمالا لسان انگلیسی هم اون لسان است که نه خودت هم لغتاش گرفتی، بچه دخترت، نواسید، اما ترکایی در چین، در فرانسه، در هر جای دنیا که شما سعی کنین مردم انگلیسی یاد گرفته میره. چرا؟ به خاطر ما نیاز داریم که با یکی دیگه مکالمه کنیم. بنان این لسان پشتو را شما وقت دهش لغت تولید میکنین که رونده موزیم لسان هاست. 100 سال دیگه لسان پشتو در موزیم میباشه، نواسید و کواسید دیگه گفت نمیزنن. آیا لسان فارسی در موزیم نمیباشه؟ لسان فارسی هم رونده موزیم هست. با وجود که امروز لسان فارسی حداقل در جمله 10 لسان کلان دنیاست و مهم دنیا، اما 100، 200، 300 سال باتر از لسان پشتو یا هم در موزیم میره. اینال خودت که یک قصالا مردم به نام دین کشتی، حال آمدی جنگ لسانی و نژادی برام اندازی که اینمی
جزو عقاید فاشیستی است. ایره باز ما برای تشریح میکنم. یعنی یک کوالیفیکیشن، یک شایستگی لسان که لسان ملی شه ایست که اکثریت مردم داوطلبانه با او صحبت کنن، در حالی که لسان ها در حال اضمحلال است. اما اینمی ملیت های مختلف مثل که در کشور افغانستان اینا در حال رشد، اینا باید با هم مدغم شوند، چیزهای مختلف خود یکی آدشان از دست میتر تا که بتانن یکی شوند. در اینمی وقتی یکی شدن از جمله لسان های دیگه که در مملکت آهسته آهسته مستحیل میشه استحاله میکنه و یک لسان ایجا جایگزین میشه برای کل لسان ها که همون لسان هم بعدن از بین میره. ایناله این لسان باید اولین چیز شایستگیش ایست که اکثریت مردم بتانه به این مکالمه کنه. اونمون لسان لسان پشتونه است. شما از صدها سال اگر ببینین پشتونهای ما فارسی گپ میزنن، خود پشتو فارسی گپ میزنه. شما اگر در لسان پشتو ببینین، لسان پشتو یک بخش عمدهش فارسی است. شما اگر به شاعرای بزرگ لسان پشتو بگیرین، به طور مثال ز خوشحال کمزور نیام چه بدار کلم پشکاره ناره و هم چه خلای راکه ناره ناله اشکارا اشکارا کمزور خوشحال، مثل از این فکر کنین در یک بای چقدر فارسی است. مثلا امید ماشوخیل داسی غاش پخلک زیبکا کجالش و پلالکه. رحمان بابا لکونه مستقیم پخپل مکانیم که بهار را بانده راشی که خزان. اینال خودت بیبی که لسان پشتو فارسی گپ میزنه، خود لسان پشتو اگر فارسی گپ نزنه گنگه میشه. یه خدا ناقدر رشخندی نیست که ما میکنم، یه بیترامی نیست، یه گپ ها علمی است. ما که آل میخواییم از این ملیت ها رشد کنیم به یک ملت واحد، نمیتونیم کتی یکی دیگه در سر لسان جنگ کنیم. هر کسی که سر از این چیزا جنگ میکنه مونایش ایست که رشد ما را به یک ملت واحد، یک وحدت ملی ما را صدمه میرسانه که خودت یکی از امون نفراسی. یعنی از نقطه نظر اسلامی خو غلط بودی، نامسلمان بودی، از نقطه نظر علمی هم اینه غلط هستی. دیگه چیزی که در یک لسان شایستگی لسان نشان میده که یک لسان ملی شه، چیز اول خویی بود که اکثریت مردم صحبت کنه، همیال نیم پشتونا فارسی گپ میزنن، پشتو یاد ندارن. اما چیز دیگه چیز که یک لسان تقریبا کامل باشه، یعنی یک لسان باشه که مردم بتانن مشکل افهام و تفهیم خود در او برآورده بسازه. ما در پشتو نمیتونیم. در پشتو امیال بسیاری لغت ها اصلا وجود نداره. جناب حکمتیار من رشخندی نمی کنم، بسیار ببخشین، معذرت میخوایم از اینکه ما این رقمی گپ میزنم. امی کنه در پشتو شما چی میگین؟ برای امی شما یک لغت دارین؟ یعنی اگر ما قد بگویم مردم نمیفهمه، بسیار معذرت میخوایم. مگر ما باید بگویم چین بسیاری ها این مقد نمیفهم اگر حالا ما بگویم. اینمی کنه شما در پشتو چی میگین؟ ایره شاید فکر کنین که من رشخندی میکنم، ببخشین، نمیکنم. یک لسان وقتی که رشد میکنه چیزای ضروری در او تولد میشه، کلمات ضروری اول تولد میشه. اگر در یک لسان هزار لغت باشه، باید برای کون یک لغت در او باشه؟ بسیار بازم ببخشین، آله تناسلی زنه شما در پشتو چی میگین؟ همین پیش روی زنه. اینه میره شما در پشتو چی میگین؟ آقای گلبودین تو از اموج تولد نشدی؟ برادرت خواهرت از اموج تولد نشده؟ مادرت نداشت؟ خانمت نداره؟ اولادایت از اموج تولد نشده؟ شما فکر کنین روز پنج دفعه خودت کونت میشوری که من استنجا میکنم و روز پنج دفعه خانما امی پیش روی خودم میشورن که ما استنجا میکنیم و فکر کنین که چقدر چیزای زندگی ما مربوط از امو هست. اینا رو برای امو چی لغت دارین در پشتو؟ دارین لغت؟ برای گرده چی میگن شما در پشتو؟ برای شش چی میگن؟ برای جگر چی میگن؟ مثل از این پیشتر کن گفتم برای چین چی میگن؟ یا نیسته که اینا بسیار لغت هاست که شما در پشتو ندارین. ای بازم خدا ناکده من توهین نمی کنم، اما این لسان پشتو کوالیفیکیشن و شایستگی نداره که یک لسان ملی برای می خود پشتونای ما شوه. چی رسه آلو با شما نمیتونین که مثل که در 30 سال کدین کلا لغتکای نو جور کده میرین و انداخته میرین، اصول لسان ها میره در طرف موزیم و اصول شما در وقت مرگ در سر تابوت لسان شما لغت جور کده میرین. ایره نمیتونیم کال بگیم ما دیگه جلبی نمیگیم، مون جلبی تا کجه و جه خوجه وایی. اینی لسان پرستی افراطی است
که جزو عقاید فاشیستی یک مردمه، اونمو ملی گرایی افراطی و اینمی قوم پرستی و لسان پرستی و نژاد پرستی، اینمی یک پایه از فاشیسم است. ما بازم فاشیسم برای شما بهتر تشریح میکنم. این حالا آقای گلبدین حکمتیار، خودت سعی کن که از نقطه نظر علمی غلط هستی، از نقطه نظر اسلامی نامسلمان هستی، این حالا بیا کن ما برای فاشیسم تشریح کنم. بوری که زین مجتد فاشیست ممرک فاشیست یعنی دا چه غوی یو قوی مرکزی حکومت واری یو دا دی مستقل حکومتون رو جوری دو سر مخالف دی مش پدی متهم کرد. چون بسیاری مردمی که فاشیسم میگن یا فاشیست میگن اینا نمیفهمن که می چی مانا. من این را کتابی برای تشریح میکنم، چون اگر مال برای تشریح کنم از زبان خود تو میگی ولی عقیده خود را تشریح میکنه، نه اینا ما علمان چیزی که در کتاب ها راجع به فاشیسم و کلمه فاشیست است امیره ما برای تو تشریح میکنم که این تشریح از من نیست، از کساییست که جامعه شناس هستن، مورخ هستن، تولد فاشیسم میفهمن، در موردش گپ میزنن. اینه گوش کن ببینینی از روی کتاب هست. فاشیسم یک نظریه سیاسی و گونه نظام حکومتی خودکامه ملیگراست. کسایی که به افراد ملیگرا هستن فاشیست هستن. شما فکر میکنین که وطن پرستی نه، وطن پرستی که افراد میشه و یک پایه از فاشیسم به وجود میاره که به خاطر از او مردم ها میکشی، مردم دیگه هم وطنهای خوده که با امو عقاید تو برابر نیست میکشی. مثل از ایره ما تشریح میکنم. فاشیسم یک نظریه سیاسی و گونه نظام حکومتی خودکامه ملیگراست که نخستین بار در سالهای 1922 تا 1945 در ایتالیا و با دست موسولینی رهبری میشد. یعنی موسولینی یک رژیم اول فاشیستی را به وجود آورد. اولین چیزی برای موسولینی اونمو ایتالیا بود، ایتالیایی بودن بود. در جهان هیچ چیز دیگه مهم نبود جز ایتالیایی بودن. یعنی ملیگرایی افراطی پیش میریم و بر سه پایه استوار است. فاشیسم بر سه پایه استواره. اولش گوش کن، حزب سیاسی واحد و بر سه پایه استوار است. فاشیسم بر سه پایه استواره. اولش گوش کن، حزب سیاسی واحد. حزب سیاسی واحد یعنی کسایی که در یک مملکت فکر میکنن که دیگه مردم چرا حزب باید داشته باشه، چرا نظریه داشته باشه، ما باید یک حزب واحد کلان داشته باشیم. این سیکو آقای گلبدین حکمتیار اینمیاله خودت با وجود که حزب اسلامیستی، آقای اتمر به یک حزب یا عقیده کمونیستی رابطه داره، آقای اشرف غنی یک آدم بیعقیده یا خود کپیتالیست یا هر چیزی که میگیره، سه آدم با سه نظر مختلف کلتان دور یک چیز جمع شدین، مثل مگسا دور یک چتلی جمع شدین که اویست که مون پختونیو داموده ملی جبده داموده است دامودت. اینا رو شما در اینی جمع شدین. پشتون خودم که مخالف نظرت هست میکشید، تاجک هم، ازبک هم، هزاره هم، شما چی کردین؟ در واقع یک عزب دیگه با وجود آوردین. سعی کنین آقای اشرف غنی معاون اول خوده نه تنها که از چوکی کشیده بدون هیچ دلیل، بلکه حتی از مملکت تردش کرده. شما سعی کنین معاون دیگه شمی عبدالله کچه که این رئیس اجرای است، یعنی این شما سعی کنین نیم حکومت باید داشته باشه، امروز در باغ ارگ مولی شانده شده بیکار است، قدرتش گرفته. اما ترکایی نفرهای کلان کلان حکومت کلگیش آقای اشرف غنی پس کرده. به خاطر چی؟ که پشتون نیست، با عقاید از این نفر هم نظر نیست. در عوضش خودت که یک آدم کثیف پست افرادگرای قاتل مردم هستی در پالوی خدا آورده. چرا؟ به خاطر با اونمو عقاید ملی جب و ملی گرایی و اینمی چیزایی زی مساویستی. آقای اتمر اینمی کل شما دور یک عقیده فاشیستی جمع شدین. شما سعی کنین آنقدر فاشیست هستین، در فاشیسم حتی بر علیه لسان و نژاد خودم می جنگه. موسولینی 500,000 ایتالیایی را کشت. در اوجه خواه مسئله پشتو فارسی نبود. 500,000 ایتالیایی که می گفت ما باید وطن خود دوست داشته باشیم، ما نمیتونیم دیگه کشورها را تسخیر کنیم، قتل عام کنیم، چپاول کنیم. 500,000 نفر را کشت. اما خودت سکو
بین دینی جامدی اشرف غنی در پالیت خود شانده، اما اونو زیای مسعوده که در کمپینش کتش بود پس کرد، دوستم از پالیت خود پس کرد. چرا؟ به خاطر اونمو عقاید فاشیستی قومگرایی و ملیگرایی و غیره و غیره، یعنی مسئله لسانگرایی افراطی که لسان دیگه مملکت که کلانترین لسان است و یک لسان با آبروی دنیا است، او را تو د پردو ژبه میگی، یعنی عقیده فاشیستی داری. و اینی که شما یک حزب جور کردین و دیگه اعضاب با خودت که در افغانستان آمدی از پاکستان چی گفتی؟ نگفتی که تمام اعضاب خود ریزه باید از بین بره؟ یعنی که یک حزب باشه و اوز به تو و اتمر و اشرف غنی و ستانکزی، اینه ای دو پایش. پایه سیومش برات میخوانم که چی است. فاشیزم بر سه پایه استوار است: حزب سیاسی واید که شما دارین، ناسیونالیسم افراطی نجات پرستانه که نما برای تشریح کردن دارین، و دولت بسیار مقتدر و متمرکز. یعنی شما یک دولت قوی متمرکز میخواین که اونمو حلقه فاشیستی که شما سین ای وطن و این حکومت کنترل کنین. و قسمی که پیشتر گفتم، شما پشتون قندار را ندارین، پشتون هلمند را، پنشیری را، ازبک را، تاجک را، کلگی را پس کردین، تنها خودتان هستین. این عرصه زیر شما دارین. اینال پس میریم در اون قسمت اول که خودت یک سلسله گپا زدی که ببینیم امو گپایت درست است از نقطه نظر علمی یا نه. بوری که زین مشت ده فاشست نمرا کهی. فاشست یعنی دا چه اغوی یو قوی مرکزی حکومت واری. خودت میگی که یک تعداد مردم ما را فاشیست میگن به خاطر که ما یک حکومت مرکزی قوی میخواییم. امو فاشیست هستی و نما برد از روی کتاب امی اصطلاح فاشیزم تشریح کردم که یک پایه فاشیزم اینمی حکومت افراطی ملیگرای قوی، اینمی یک چیز فاشیزم است، یک پایش است. و دیگه ای که ما که تو را فاشیست میگیم از خاطر از این نمیگیم که تو یک حکومت قوی میخوایی، از خاطر از این میگیم که اون چیزهای دیگه که قوم پرستی، نژاد پرستی کلگیش در تو هست، عرصه پایش در تو وجود داره. پیش میریم یهودات مستقل و حکومتون رو جوری دو سر مخالف دی مش پدی متهم کنیم چه فدرالی حکومتون غواری دی افغانستان تجزیه غواری چه فدرالی حکومتون غواری دی افغانستان تجزیه غواری. ایناله یک گپ بسیار کودن دیگه زدی، گفتی که اونایی که فدرالیزم میخواین، حکومت فدرالی میخواین، اونا تجزیه مملکت میخواین. آقای کودن، کسایی که حکومت فدرالی میخواین تجزیه مملکت نمیخواین. کسایی که یک حکومت مرکزی قوی میخواین، یعنی یک سیستم حکومتی مرکزی میخواین، کسایی که حکومت فدرالی میخواین، میخواین که ایالت ها بتانن برای خود قدرت داشته باشن، امکانات و ریسورس های خود برای بهبودی زندگی مردم خود اوجا استفاده کنن، هموطنایی که اموجا است، بچه امو منطقه است، دختر امو منطقه است که با امو منطقه خود زیادتر عشق و علاقه دارن، امو منطقه خود بسازن، مثل که آقای عطامحمد نور در مزار است، از اموجا است، اموجا جور کده. یا قنداری به طور مثال آقای رازق و بزرگای قندار بهتر است که قندار و المند غیره جای را برای زمین ها بتیم، امو امکانات اقتصادی و نظامی و مردمی خود اینا استفاده کنن، قندهار خود بسازن، المند خود بسازن، فرای خود بسازن، امی جای را بسازن، برای ایراتی امو قدرت به خودش بتیم، برای مزاری، برای پکتیاوال، برای جلال آبادی، برای کلگی ما، آل جلال آبادی های ما. اگر ما رای کنید در جلال آباد که هیچ از جلال آباد نیستم، یک آقا از بدخشان شاید بر جلال آباد کار کنه، اما اگر امو بدخشانی را بدخشان رای کنی، او برای بدخشان خود زیادتر کار میکنه. جلال آبادی را رایی که در جلال آباد، پکتیا والا در پکتیا امکاناتی که دارن استفاده کنن، اونو منطقه خود بسازن. هر ایالتی که ساخته میشه در واقع مملکت ساخته میشه. در سیستم فدرالی اتنیست که یک حکومت مرکزی وجود نداره. در امریکا اینش سگ آقای کودن، امریکا یک حکومت فدرالی داره. اگر گپ خود درست باشه که چه فدرالی حکومتون غواری دی افغانستان تجزیه غواری، فدرالیزم یعنی تجزیه مملکت، حالا امریکا دیگه باید تجزیه شوه. چطور امریکا کلانترین و قدرتمندترین حکومت دنیاست، دولت دنیاست؟ چرا؟ به خاطر که اینمی نظام داره، اینمی فدرالیزم داره. منتها
اگر ما به می شیوه که امروز هستیم، ما افغانا که ما تو غول مملکت خود فروختیم و ویران کردیم و هر کسی که مخالف نظر ما بود گردنش زدیم، ای را به نام کافر، ای را به نام ضد لسان، یزی یزی یزی، در هیچ سیستم مملکت خود ساخته نمیتونیم. ما کمونیسم را برای قتل عام استفاده کردیم، اسلام و کپیتالیسم، هر چیزی که در افغانستان می و یک کارت می شده گلون مردم خود ما. با این غولگری با این سیستم وطن نمی سازیم. ما آقای گلبدین، ما برالای تو به خاطر از این نیستیم که تو حکومت مرکزی قوی می خواهی. بوری که زین مشت ده فاشست ممرکی. فاشست یعنی دا چه غول یه قوی مرکزی حکومت واری. حالا این همی 16 سال بیلیونا دلار در افغانستان رفت که شما حکومت قوی مرکزی داشته باشین. آیا شما حکومت قوی مرکزی دارین همیاله؟ در 5 کیلومتری کابل جلوگیری از بم و انتحاری نمیتونین؟ جلوگیری از قتل و کشتار نمیتونین که نه خودتان با مو خاطر حکومت گنده آورده که گویا سلم اید مملکت. فکر کو میرزا اولنگ اوروز، فکر کو قندهار، فکر کو پکتیا، فکر کو جلال آباد، دم یک ماه آخر در کجا است که مردم ها قتل عام نشده؟ در کجای مملکت ما است که نشده؟ از قندهار تا هلمند تا پکتیا تا کابل تا زابل تا هر جایی که نام بگیری شده، یک 3-4 ایالت است که مردم همین کار جلوگیری کردن که نمیشه دیگه در کل جای میشه. و اونم کی جلوگیری میکنه؟ اولاد اونمو منطقه است که جلوگیری میکنه، حکومت نمیکنه. با می خاطر اونجا آرامش است که اولاد اونمو منطقه است. اینال آقای که تو میگی فدرالیزم یا سیستم فدرالی تجزیه مملکت است، نیو کودن غلط میگی. و اگر یک کسی بیایه بگوه نه حکومت مرکزی قوی به نفع ما نیست، نه وان غلط می باشه. اگر ما یک حکومت مرکزی قوی داشته باشیم در افغانستان که بر مردم خود بی‌طرفانه با یک انصاف کار کنه، با یک عشق کار کنه، وطن آباد کنه، دم وام می تانیم. ولا در کمونیسم وطن خود ما می تانیم آباد کنیم. حالا چاینیزا وطن خود به کدام سیستم آباد کرد؟ امریکایی‌ها به سیستم کپیتالیستی، اونا به حساب کمونیستی اردوش مملکت خود آباد کرد. یک کشور دیگر شاید ایران همیال به حساب اسلام هم کشور خود جور کردن، به حساب اسلام ترکا جور کردن کشور خود. ما در هر سیستمی که آمدیم وطن خود ویران کردیم. اینال این تومت ها که یا که فدرالی میخواین، اینا خائن هستن، اینا وطن فروش هستن، اونمو عقاید موسولینی است که شما دارین، اونمو ملیگرایی افراطی، قومگرایی افراطی و حکومت مرکزی مقتدر بر سرکوب دیگه مردم در کشور خودت. اینی فاشیزم است او کودن. کس تو را فاشیست از این خاطر نمیگه که تو حکومت مرکزی قوی میخوایی صد دفعه، اما باز اینال یا میخواین مردم احساساتی کنن، اما پشتون را که در قدرت سهم ندادن، پشتون قندهار، هلمند، غیره غیره، اونا را میخواین که خود استاد کنن. سعی کنین چی میگن؟ هرچی فدرالی حکومتو نواری، دی افغانستان تجزیه واری، دی افغانستان نم هم نمالی، دی افغانستان نم هم نمالی، افغان نم هم نمالی، افغان نم هم نمالی. میگه یا کلمه افغانم نمانی قبول نمیکنن، یا کلمه افغانستانم نمانی قبول نمیکنن. ما قبول داریم، افغانستان مملکت عزیز ماست، ما کل ما از این کشور هستیم. ما در مقابل روس صدها هزار نفر در اینجا کشته دادیم. تو در پاکستان خود فروخته بودی، بستر انداخته بودی، نوکری میکردی پیش خورزابط های پاکستانی که ما در این مملکت هزاره، ازبک، تاجک، پشتون، هندو، سیک در اینجا جنگیدیم، وطن خود آزاد کردیم. او کودن ما کلگی ما قبول داریم کلمه افغانستان هست. منتها ما نمیگیم که افغان هستیم. چرا نمیگیم؟ ما از زمان احمد شاه بابا کل ما به افتخار گفتیم افغان هستیم، در زمان اولادش گفتیم افغان هستیم، با وجودی که بر علی ما کارا شد گفتیم افغان هستیم، در زمان حبیب‌الله کلکانی همچنان ما گفتیم افغان هستیم، نخواستیم که ما تاجک هستیم، در زمان برهان‌الدین هم نخواستیم که ما تاجک هستیم، گفتیم ما افغان هستیم. کشور ما افغانستان تغییر ندادیم، نه دادیم. در زمان جناب ظاهر شاه ما با افتخار افغان بودیم، در زمان جناب داوود، حتی در زمان آقای نجیب، در زمان کارمل، در زمان ترکی ما با افتخار خود افغان میگفتیم. تا که شما این کثیفا از کوهای پکتیا تاشتین گفتین که همی کلمه افغان که از پختون ما نامیده، پختون یعنی افغان، افغان یعنی پختون، دیگه مردم از افغانستان نیست، دیگه مردم مهاجر بچه هست، اما که شما را پاکستانی ها میگفت اینا از اوسون دریای آموز اینا را میکشیم، یا
ارامزاده ها هستند. اون وقت ما خیلی میگفتیم برادر ما افغان دیگه نیستیم، وقت داریم که بگویم. چرا؟ به خاطر که وقتی که ما میگفتیم افغان هستیم، از دوره احمدشاه بابا تا دوره نجیب و براندین و غیره و غیره، هیچ کس نامد که بگه که افغان تمام اتبای کشور نیست، افغان تنها این پشتون ما نامیتد. احمدشاه بابا ما میره گفته بود که اتبای کشور تا اینمی دوره آخر، تا که این آقای غنی و اینی شما از کوهای پکتیا تا شدیم. باز اون وقت ما گفتیم خی افغان که پشتون، ما خب پشتون نمیتونیم باشیم. این نیست که ما ضد شما هستیم. ما چطور میتونم که اگر افغان پشتون است ما پشتون باشم؟ ما خو نیستم. تو تاجک هستی گل بودین؟ نیستی نه؟ حالا ما در تذکرت میتونم تاجک نشته کنم؟ نه نمیتونم. بنابراین ما با احترام با پشتون بودن تو و افغان بودن تو میگم که ما تاجک هستم. اما افغانستانی هستم، چون کشورم افغانستانم، ما افغانستانی هستم، افغانستانی تاجک. اینا رو تو میخوایی که پشتون ها رو احساساتی کنی که دوی افغان نمانی، دوی افغانستان نمانی، کاملا غلط. وی به اساس اونمو عقاید فاشیستیت هست که میخوای مردم پشتون احساساتی کنی. بکو، اما به نفع مملکت ما نیست، به نفع بادرهای در پاکستان است که تو ما را جنگ پرتی تکه تکه کنی و این دمی 35 سال تو همون کار کردی. کی فایده کرد؟ 500 هزار نفر دمی 34 های در پشاور و در پاکستان چه افغانه کشتی؟ و چه قیزی به چای کابل بود؟ چه خش به تنها به خاطر که فارسی زبان بود تو اینا را در 34 کشتی؟ اما سعی که مشکل حل شد؟ نشد. از این باد هم نمیشه، از این باد ایش نمیشه، چون ما تا حال هنوز نخسته بودیم. ما گفتم می رفتیم که مون ورونه ای، اما حال ما نمیگیم. ما میگیم ما افغانستانی هستیم. اگر تو با ما سل داری ما با تو سل داریم، اگر جنگ میکنی جنگ میکنیم، و ما وقتی که بخیزیم ما تو رو میتونیم تیلا کنیم. اگر تو رو از بین نبریم، که تو هم ما رو از بین برده نمیتونی، اما تو هم زخمی میشی، ما هم کل اگه ما وطن ما زخمی میشه. بنابراین آقای فاشیست فاشیزم ایلا کو، اونو مرسه پای فاشیزم خودت داری ایره ایلا کو. همون رقمی که خود مسلمان میگفتی در اسلام و اساس قرآن بهترین ما متقی ترین ماست، که تو رو هیچ وقت مراعات نکدی. فتح مسعود سر چی جنگ کدی؟ در سال 92 وقتی که میتونستی صلح کنی، وقتی که میتونستی بیایی وطن آباد کنی، خودت از پاکستان راکت میگرفتی و زده میرفتی. اگه این وطن، اگه این لسان از این وطن، اگر همین پشتون برات مانا داشت، همین ملی جبه خودت برات مانا میداشت، میامدیدم مملکت.